مقام نصاب شما بیننده هستن تا به حال از آینه و حالا هم با ما بانو زرقونه بگزاد محصل هستند که میخوایم در مورد حقوق زن در اسلام و جامعه صحبت داشته باشیم. یقینا که اسلام دین کامل است و ارزش های فراوان برای حق زن در اسلام هست. صحبت بیشتر می داشته باشیم با ایشان. صبحتان بخیر بانو بگزاد، خوش آمدین به برنامه. به نام آن که از تیر و از عدم به وجود آورد، درود و صلوات خدمت ناجی و شریعت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. علیکم سلام. بیننده تلویزیون آینه که همین اکنون ما را می‌بینید در سر تا سر جهان که هستن، امید که همگی دارای صحت کامل باشن. زرقونه بیگزاد هستم، معصر، و ما خواستم که درباره نقش زن در اسلام و در جامعه یک صحبت داشته باشم، چون که اما این روزا اما جا داد اسین میزنن که حقوق زن مراد شده. تا جایی که ما میبینیم در افغانستان به او حده که باید حقوق زن مراد شد، تا به حال حقوق زن مراد نشده است. ما چون در کشور اسلامی زندگی میکنیم، پس صحبت ما برمیگرده به این که اسلام چی جایگاهی را به زن داده. ما احادیث فرایان از رسول مبارک صلی الله علیه و سلم داریم که میفرمایند، یک حدیث از رسول گرامی است میگه که به حضرت انس فرمودن که کسی که تربیت میکند و دختره انگشتان خود با هم نزدیک کرد، گفت در بهش جایگاه من و هو با هم به اندازه دو انگشت با هم نزدیک هستم. پس ما وقتی که میبینیم که سخن رسول مبارکه که ناجی به شریعت هستم، پس ما زمانی که میبینیم، پس ما به این باید پی ببریم که زن چی جایگاهی در اسلام داره. بله. و ما اگر نظر گذرانی داشته باشیم به اینکه زن یعنی زندگی، زیور، زیبایی، پس ما میبینیم که در افغانستان علی زنها خشونت فرایان صورت میگیرن، زن حق نداره از خانه بیرون شود. بله. در حالی که اسلام گفته که حقوق زن و مرد مساوی است. زمان که اولین سوره به حضرت محمد صلی الله علیه و آله نازل شد، گفت که اقرا بسم ربک الذی خلق. او گفت که اونجا فقط محدود نکرد که فقط تحصیل بر مرد است یا بر زن. سوره کامل که نازل شد، گفت که و مختن علم، گفت بخوان به نام پروردگارت. پس ما اگر ببینیم حقوق زن و مرد مساوی است، زن جایگاه بس عظیم نزد پروردگار داره. ما ببینیم که یک سوره مکمل به نام سوره نساء است، یعنی الله متعال به او اوج جایگاه زن قرار داده که یک سوره به نام زن ساخته. و ما ببینیم اگر ما نظر گذران داشته باشیم، ببینیم که با دیکتاتوری فرعون اولین کسی که جنگید در اون زمان، هیچ مرد، هیچ ابرقدرت جرات نداشت در مقابل دیکتاتوری فرعون بجنگه، ولی که خانمش بانو آسیه خیز در مقابل اسو برخواست، گفت که رای تو غلط است. ما میبینیم اولین زنی که در اسلام شهید شد به خاطر انتشار دین مبین اسلام، بانو سمیه، خون خود به خاطر اسلام ریختن. ما میبینیم اولین کسی که رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تصدیق کرد، اولین زن بود، بانو خدیجه. اولین کسی که سرمایه خود به خاطر اسلام، به خاطر صرف دین و انتشار دین مبین اسلام صرف کرد، بنو خدیجه بود. بسیار عالی. ولی که حالا ما می‌بینیم که جایگاه زن به او عده که باید مراجع نشده. زن‌ها حق تحصیل ندارن. در بعضی ولایت‌ها زن‌ها در خانه هستن. فقط محدود شدیم به اینکه باید در خانه باشن. ما اصلا اگه می‌خوایم فقط یک بار به زن اجازه بدن، یقین دارم هرگز پشیمون نمی‌شن. خیلی خوب. تا که زن آن بتانه استعدادای خلون رو ما کنن. بین از پیشرفت ها صحبت بکنیم، یقینن که در یک دهه گذشته رشد چشمگیری داشتن زنان، چه در عرصه های مختلف اجتماعی تحصیلی باشن. آیا بسنده نیست برتان نمقدر؟ با او سرحده که باید که یعنی زن های کشور ما با او سرحده که رشد کردن، یعنی تا عد قناعت بخش هست، اما با او عده که درست قناعت بخش باشن نیست. ولی با سیر خیلی ها زودی، سرعت به گفته هم اگر بگویم به سرعت خیلی ها فوق‌العاده خانم ها رشد کردن در این وقت ها. بله، ما می‌بینیم که مردم ما روز به روز، یعنی ذهنیت مردم ما باز شده رئیس، مردم ما درک میکنن. تا یک دهه قبل زن ها اجازه نداشتن از کشور بیرون برن. حالا ما می‌بینیم که بورسیه های بسیار زیاد آمده زن ها، یعنی که بعض خانواده اولویت هم برشان میتن. بله، اولویت هم برشان میتن که باید که برن تحصیل کنن. ولی که هنوز در بعض ولایت ها ما می‌بینیم که زن حق ندارد از خانه بیرون شود، چی برسه که با مکتب و مدرسه و اینجا برن.
یک دهه پیشرفت بس عظیم زنها کردن. خیلی زنهای قهرمان ما داریم. بانو فرشتک یک نمونهشان بود، یک زن قهرمان بود. ما میبینیم بانو کوفی که در مذاکرات اشتراک میکنه، یعنی که این نقش به زن داده شد که برای در مذاکرات، در جایی که مثلا طالبا یک زمان زنها را میفتن باید که روی تان پنهان باشه، ولی که ما میبینیم اول در میز مذاکره یعنی زن نشستن صحبت میکنن امرایشان. زنها پیشرفت کردین، اما اصلی که بیشتر میخوام، یعنی که میخوام که به اون سرده برسن که زن هم دیگه حقوق زن و مرد کاملا مساوی شوه. فعلا فکر نمیکنین که حقوق خانم بلندتر از حقوق مرد است در شرایط افغانستان؟ نه خیر، در شرایط افغانستان من اصلا فکر نمیکنم، چون ما شاهد خیلی صحنه های بسیار بده بودیم. ما شاهد هستی بودیم که زن در سر یک چوکی ششته، شوهر شما با وجود که چادری سرش است میگه گوشتر بشین تا که تو نمایان نشی. آیا اصلی بدتر میشه که نمایان نشه؟ یک چادری به سرش است، اصلا اون رنج میبره، از خانه حق بیرون شدن یک زن نداره، حق تحصیل این را مایه ننگ میدانه که دخترشان برو به مدرسه یا به مکتب برو تحصیل کنه، در حال که اگر یک چیز بفهمه او سبب فردا میتونه که آینده کشور تغییر بده. بله بسیار خوب. اگر بحث را جنبندی بکنیم، در شهر کابل یقینا که در یه اواخر بعضی از خانم های موفق بوده که ولی متاسفانه با هدف های خیلی ها شوم ترور شدن. شما از دید خودتان چقدر میتونه تاثیر منفی داشته باشه بالای روحی کسایی که بخصوص به خانم هایی که میخوان رشد بکنن، پیشرفت داشته باشن، چی در عرصه سیاست و اجتماع باشن؟ دقیقا این بالای روحی مردم خیلی تاثیر بداره. من دقیقا در پانتون بودم زمانی که از حادثه پانتون کابل خبر شدم، وقتی که ما دخترها وای که به خاطر اسی که فردا بتونن آینده کشور را تغییر بدن، آینده کشور را رقم بزنن، ما و را بو شرای دیدم، یعنی خیلی بالای روی این تاثیر کرد. چون من خودم در اون مسیر روان هستم، من خودم ادامه دهنده ام اون مسیر هستم، میخوام کشورم پیشرفت کنم به عنوان یک زن، به عنوان یک دختر. ولی که زمان کو شرایط دیدم، وقتی که از ترور خانم فرشته کوهستانی ما خبر شدم، یعنی خیلی بالای روی این تاثیر کرد. چون یا فقط هدفشون هدف شخصی نداشتن، میتونستن مثلا پول و سرمایه داشتن، میتونستن از کشور بیرون برن، در کشور خارج میتونستن زندگی کنن، ولی که نه اینجا جنگیدن به خاطر منافع اصلی که حقوق زن باید که مساوی شود، حقوق زن باید مراعات شود. این بالای روی مردم خیلی تاثیر دارد. ولی که ما از تمام بانوان عزیز خواهشمند هستم هرگز تسلیم نشن، ادامه دهنده ایران ماستیم. اگر ما اینا ناامید شویم، اسیر رو برگردیم، مسیر رو خط تغییر بدیم، بگیم نه نمیشه، امروز بانو فرشته مورد ترور قرار گرفت، فردا ما قرار میگیریم. بله. باید خصوص نمیشه که کشور ما پیشرفت کرد. بله. تشکر میکنیم بانو زرگونه بگذات از حضورتان و برنامه پیام گفتنی اگر باقی مانده باشه بفرمایید. و در آخر یک شعر است درباره جایگاه زن میخوام امورم. بسیار عالی، بفرمایید. من زنم این ریشه در پایم مگر زنجیر نیست، من زنم این ریشه در پایم مگر زنجیر نیست، ناقص العقل خواندنم این که مرا تصویر نیست. من که اربابان عقل را در دامنم پرورده هم، من که هر بابان عقل را در دامنم پرورده هم، آن که ناقص گویدم او را زمن تفسیر نیست. هرچه حلم و معرفت بینیز دامانی من است، پیش دانا جز شرافت بر من تعبیر نیست. ذلت و خاری به من دادن از بس جاهلان، ذلت و خاری به من دادن از پس جاهلان، بال و پر بشکستم اما مرا تأثیر نیست. هر کی چون کوثر بداند در قدومم گوهری است، حرمت مادر بدارد گوز من دلگیر نیست.